عیسی مسیحی و دم راهی دیدنی خدا، عیسی مسیحی و دم گناه های من بخشیده، عیسی مسیحی و دم قوه مکشی کسته، عیسی مسیحی و دم خداوند پادشاه ما، عیسی مسیح. رازی نابود کردن کارهای شیطان، شراب نو عیسی مسیح است و هیچ کس شراب نو را به مشکی کهنه نمی اندازد، زیرا شراب نو مشک را می دارد. شراب هم می ریزد، مشک هم تلف می شود، بلکه شراب نو را در مشک نو انداختن لازم است. در انجیل مرقس باب 2 آیت های 18 تا 22 قصه در باره روزداری آمده است. به یهودیانی، فریسیان و صدوقیان که با روزداری در پی عدالت خودند، عیسی چی گفته است؟ در زمان عیسی، فریسیان و یهودیان به مردم برای نشان دادن اینکه به خدا خوب اعتقاد دارند، هفته دو مراتبه چیز نمی خوردند. آنها با چهره های خیلی غمگین روزه داشته و نماز می خواندند. پس از دیدن روزداری شاگردان یحیای تعمید دهنده و فریسیان، مردم نزد عیسی آمده گفتند: شاگردان یحیی و شاگردان فریسیان روزه می دارند، چرا شاگردان شما روزه نمی دارند؟ عیسی به آنها با سه مثال جواب داد: آیا ممکن است در ضیافت عروسی مهمانان در حالتی که داماد با آنهاست روزه بگیرند؟ آیا ضرور نیست در زمانی که داماد با آنهاست با هم غذا خورده، خرسندی کرده و وقتی خوش را سپری کنند؟ اما روزی می آید که داماد از آنها گرفته می شود، در آن زمان آنها روزه خواهند داشت. هیچ کس روی لباسی کهنه تو کی نو را قایده و آن را وصل نمی کند. اگر چنین کند، تو کی نو لباسی کهنه را کشیده و باعثی چاکی بیشتر می شود. همچنین هیچ کس شراب نو را در مشکی کهنه نمی گذارد. اگر چنین کند، شراب نو مشکی کهنه را پاره می کند و هم شراب و هم مشک را برباد می دهد. پس شراب نو باید در مشک نو گذاشته شود. به مذهبیانی ریاکار که معنای انجیل را نمی دانند، عیسی چنین فرمود: در باره روزه صحبت های بی ارزش بیکار نکنید. با استقبال داماد واقعی عیسی مسیح بروید. پس از زندگی دینی بدون تغییر و شادی، رها یافته به سوی راه نوی زندگی خوشبخت قدم میزنید. به همین دلیل فرمودن که شراب نو باید در مشک نو گذاشته شود تا هر دو حفظ شوند. در آن زمان ها در اسرائیل شراب را در مشک های از پوست بز ساخته شده می ریختند. مشک های کهنه که چند مراتبه استفاده شده بودند، دیگر توانی کشیده شدن را نداشتند و بیشتر کشیده نمی شدند.
خصوصا شرابی نو که هنگامی تخمین افزایش حجم پیدا می کند. وقتی در مشک های کوهنه ریخته می شود، مشک ها می چکیدند. پس شرابی نو باید در مشک های نو گذاشته شود تا که هر دو حفظ شوند. پس عیسی با شرابی نو و مشک های نو می خواست و ما چه پیامی را رساند؟ شراب نو عیسی مسیح است که برای نابود کردن کارهای شیطان موافق هستی 3:15 آمده است و مشک‌های نو فرزندان خدا هستند که خدای مسیح را همچون سروری خود پذیرفتند. مطابق با بنیادی هستی 3:15 باید شراب نو مسیح موافق به هستی 3:15 را در دلم جای دهم و کارهای شیطان را که تا حالا با باور کردنی به خدا و زندگی کردن با طبعی انسانی کهنه ادامه یافته است ویران کنم. پس به آدم نو تبدیل می‌یابیم که از شادی واقعی و آزادی لذت می‌برد و اوتوماتیکی راه‌های نو زندگی کشاده می شود. من هرگز نباید از سبب ضعیفی ها، بیماری ها و اشتباهات عذاب کشم. همیشه در اطمینان نجات با جرأت و قوت اعتراف می کنم. عیسی مسیح است. ما فرزند خدا هستیم. همه مشکلات نیست شدن. ای شیطان از ما دور شو. روح القدس ما را پر کن. انجیل جهانی و اقصای زمین ما شاهدان خدا هستیم. در رومیان 3:10 گفته شده است که در این جهان هیچ آدمی عادل وجود ندارد. پس از حادثه بابل 3:7 همه انسان‌هایی که از تخمی آدمی گناهکار تولد شده اند گناهی اولیه را دارند و فرزندان شیطان پدر دروغ مطابق انجیل یوحنا 8:44 تبدیل شده اند. پنهان کردن دروغ‌ها و حرص‌های درون من و نمایش دادن نیکی هیچ فایده ندارد، زیرا مکافات گناه مرگ است. از این رو انسان ها باید اول راهی فرار از مشکلات و سیستمی آفت هایی که از حمله های شیطان به وجود آمده اند پیدا کنند. اول باید سرنوشت گناه اول که باید ما را به دوزخ درآورد حل کنیم. مسئله سرنوشتی که از جانب شیطان بسته شده است با تلاش شخصی ما حل نخواهد شد. اول باید فهمیم که تا حالا همه چیز را در حال اجرای فرمایش های شیطان از دست دادم و دزدیده شدم و من عیسی مسیح را از نسل زن در هسته 3:15 قبول میکنم که هر سه لعنت را در بدن من در صلیب گلگوتا نیز کرد. اگر من خود را از فرزند شیطان و فرزند خدا تبدیل دهم چه می شود؟ همه مشکلات برطرف خواهند شد. وقتی که عیسی مسیح را همچون نجات بخش خود قبول می کنم فرزند خدا می شوم. در مسیح سه وظیفه اساسی وجود دارد. پادشاه حقیقی که کارهای شیطان را ویران می کند، کاهنی حقیقی که از لعنت و آفت حفظ می کند و وظیفه پیامبر حقیقی که راه ملاقات با خدا را می کشاید وجود دارد. اگر روح‌های ناپاکی که در درون من ریشه دوانده‌اند با قدرت مسیح که نور است
بیرون کرده شوند چه می شود؟ فوراً پادشاهی خدا فرا می رسد. ای شیطان که جانم را تصرف کرده و مرا از زندگی کردن همچون فرزندی نور من می کنی. به نام مسیح لعنت شده و از بدن من برو. در مسیح قدرت وجود دارد که می تواند مارها و عقربها را لگد کوب کند و همه قدرت‌های دشمن من شیطان را تحت کنترل درآورد. به حیث کسی که عیسی مسیح را قبول کرده و فرزند خدا شدم، روح القدس در داخل من راهنمایی و عمل می کند. هر کجا که روم تا آخر دنیا هزارها فرشته ها به من کمک می رسانند. من با قدرت مسیح غالبی جنگ های روحانی هستم که سر شیطان را لقد می کوبم. اینچنین من فرزند خدا هستم که شهروند آسمان را دارم. به اندازه که می توانم در 237 کشوری جهان انجیل را پخش کنم. شاهد مسیح با دلیل های اجابت دعاها می شوم. برای این هفته نیز به شما برکت می دهم که شراب نو مسیح را در بدن خود نگاه دارید و در جنگ روحانی با هویت و قدرت فرزندی خدا که همه مشکلات به پایان رسیدند پیروز شوید. خداوند قادر، برای آنکه مرا از آدمی قدیمی که زیر تأثیر پدر دروغ شیطان در یوحنا 8:44 مجبور به زندگی کردن به صفت دروغگوی و حرصمند که به ظاهر باوری و نیکوکاری به نظر می رسند آزاد ساخته و مسیح ذکر شده در هسته 3:15 را در وجودم جای دادید و همچون فرزند نور زیستن را امکان پذیر ساختید. شکر گذارم. حالا موافقی دستور شراب نو باید در مشک‌های نو ریخته شود. مرا قادر سازید که کارهای فریب گرانه شیطان را با مسیح هسته 3:15 شکسته و همچون قله روحانی تبلیغ جهانی انجیل هویت و قدرت فرزندی خدا شدن را بهره برم. به نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین.